که انسان از خدا بترسه در مورد همسرایشان، در مورد همسرشان از خدا بترسن. او پدر را ترک کرده، مادر را ترک کرده، برادر را ترک کرده، خواهر را ترک کرده، در خانواده ای که 18 19 20 22 23 سال در اوج سپری کرده، انس با او خانه گرفته، میه در یک کنار غریبه مانند خودت زندگی میکنه، دیگه پاسش داشته باش، هم برش پدر باش، هم برش مادر باش، هم برش دختر باش، هم برش خواهر باش، برش دوست باش، برش رفیق باش، هر چیزی که او میخواست اونم تو باش. او تمامش به خاطر تو ترک کرده، تو تمامش به خاطر او باش، تمام اینهایی که ترک کرده. از او خاطر رسول ما صلی الله علیه و سلم میگه که فتق النساء، در مورد زنها از خدا بترسن، به خاطر که اونها، شما اونها را امانتی از جانب خدا گرفتن و شما عورتهای اونها را، شرمگاه های اونها را با کلمه از جانب خدا براتون حلال کردن. نکاح میشه، کلمات در از آدرس خدا در اوجه گفته میشه. وقتی که ای تو هست دیگه باز تحمل اذیتهایش را بکن. گویا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ایر عمیقا فهمیده، میگه زن اگر یک بدی داشته باشه ده خوبی دیگه داره، هم یک بدیش چه نگیر. ما فقط هم یک آدرس، چرا مهمون خانه خوب پاک نیست؟ نیست دیگه، چرا خیتون منظم نیست دیگه؟ از اینجا تقاضای ایشی است که من در خانه میم با تمام مانه سر تا پا تو اتاق منظم باشه، سرای منظم باشه، اولادها منظم باشه، خودتون کاملا آرایش کردگی خودت خانسب چطور هستی؟ یعنی اون طرف ایچی تقاضا را نداره، ایچی چیز نمیفهمه. این همی چیزا تحمل کار داره، این چیزا یک کم درک کار داره، این چیزا یک کم هضم کردن کار داره، ورنه زندگیتون رو خیلی زود خاتمه میبخشه.